بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دانشجویان عزیز در هر جایی که هستین، در پناه خداوند منان باشین. امروز با ویدیوی دیگر خوشحال هستم که امروز با ویدیوی دیگر خدمت شما قرار دارم. دوستان عزیز، چقدر خوب هست که پیش از اینکه روی مفاهیم جدید کار بکنین، شما مفاهیم قبلی را باز بکنین، اونها را مطالعه بکنین. ضمناً شما میتونین که از موادهای لازم، از منابعهای معتبر در ساختارهای، در نقاط که ابهام است یا مبهم هست که ما نتونستیم در ویدیو پوشش بدیم، شما میتونید از اونها استفاده بکنید که باعث شون شما بیشتر وقوف در سطح مدیریت پروژه را چکنین پیدا بکنید. دوستان عزیز، هیچ وقت از لحاظ آموزش خود را ضعیف احساس نکنین. هر وقت که احساس میکنین باید به دانش خود بیفزایید و همه روزه شما باید تلاش بکنید که چیزهای جدید، مفاهیم جدید، آگاهی جدید نسبت به مدیریت پروژه چکنین مطالعه بکنین و بخونین، چون همه چیز بر به مدیریت میگردن و حتی مدیریت فکر، مدیریت خرد، مدیریت اندیشه و مدیریت زندگیتان. خب پیش از این دوستا که ما با درس امروزی که ساختار پروژه هست، که در ساختار پروژه چی مفاهیم مورد توجه هست، ما در جلسه قبلی میریم که در جلسه قبلی ما روی پروسه پلانگذاری صحبت کردیم. یک دیدگاه بسیار مشخص از رکابل بود که مطرح کردیم، چند نکات بسیار اساسی رو مطرح کرده بودن که نکات اساسی باعث شدن که شما بتونین از اینها در جهت پلانگذاری پروژه ها چیکونه استفاده بکنین، به ویژه در سطح تکنولوژی، که نقاط قرارداد کاری کارمندان، محدودیت های پروژه، ساختار شکست بود و زمان بندی پروژه بود، لیست خطرات پروژه مطرح شدن و ضمناً ما آمدیم روی معرفی پروژه صحبت کردیم که چگونه ما میتونیم یک پروژه را معرفی بکنیم و چی نقاط در معرفی پروژه مهم هست. در معرفی پروژه ما اولین چیزی را که مطرح ساختیم شامل نام پروژه بود، که نام پروژه باید بسیار درست معرفی شوند، معرفی کلی اهداف و نتایجی که ما از پروژه میخواهیم یا توقع داریم. نام تمویل کننده پروژه هست که چه کسی پروژه تمویل میکنند، نام مدیر پروژه و اعضای کلیدی تیمی که در سطح پروژه کار میکنند چقدر زیباست که در وقت پروژه افتتاح میشه یا پروژه در واقع در افتتاحش، این افراد و این اشخاصی که در سطح پروژه کار میکنند تا پروژه موفق بسازند، اینها چی شوند؟ نامهایشان عنوان شوند. بخش های قابل تسلیم دهی پروژه همیشه عنوان میشه و همچنان لیست تمام ماخذ و منابعی که از اونها استفاده شده است در جهت تنظیم پروژه، ساخت پروژه، نهایت لیست از اصطلاحاتی که نیاز به تعریف دارد، اون اصطلاحات با چشان تعریف شون. دوستان، یک زمان هست پروژه بسیار جدید هست، ابهام هست، افرادی که حول محور پروژه در استودیو میبینن اینها نمیتونن اینها رو بفهمن. شما نیاز دارین اصطلاحاتی که در پروژه با کار میرن اینها رو چیکونین؟ تعریف بکنین، مشخص بسازین. تعریف سازی و نهادینه ساختن تعریف در افتتاح پروژه یک اصل اساسی است تا همه افرادی که میخواین در حول محور پروژه کار بکنن اینها رو چیکونین؟ بشناسن. این خلاصه درس دیروز بود و درس امروز رو با ساختار پروژه چی میکنیم؟ آغاز میکنیم. ساختار پروژه چیست که از لحاظ ساختار فیزیکی و از لحاظ ساختار کارکردی ما چی میکنیم؟ بیشتر توجه میکنیم. ساختار سازمانی که پروژه را تمویل میکند، ممکن است از سازمانی که پروژه را تمویل میکند، ممکن است فعلا یک از سازمانهایی باشند که برای تحقق یک پروژه در یک جامعه از شما چی میگیرن؟ کمک میگیرن. میگه شما باید پروژه را تطبیق بکنین، بسازین یا جور بکنین. تمویل ساختاری این سازمان ما باید چی کنیم؟ بفهمیم. یک. دو، ساختار سازمانی که مشتری پروژه است. ساختار چی؟ سازمانی که مشتری پروژه است. یعنی همان سازمانی که به پروژه شما مشتری هست. ساختار اینها رو باید بفهمیم. بخصوص در بخش پروژه های سافت‌وری معمولا شما نیاز دارین که ساختار سازمان رو باید بفهمین که مطابق ساختار او پروژه ها رو باید چی کنین؟ تنظیم بکنین. اگر ساختار درست تنظیم نشود، شناسایی نشوند، به نظر من نمیتونیم که ما پروژه را به صورت درست چکنیم بسازیم. ساختار خود پروژه تا روش گزارش دهی در پروژه و همچنان مسئولیت ها و صلاحیت ها مشخص شد. ساختار خود پروژه باید تعریف شوند. دوستان در اینجا شما اگر بخواین که پروژه را بسیار دقیق تحقق بتین و موفقیت برسانید، همانطور که ما در جلسات قبلی موفقیت پروژه را ارزیابی کردیم از چندین معیار که در چارچوب زمان، بودجه و هدف که منطبق با هدف پروژه باشد، ما چی کردیم؟ این نقطه را اشاره کردیم که احساس میشه که پروژه موفق است. همچنان مطابق به نیازهای مشتری باشند، یعنی نیازهای مشتری را برآورده بکنند و همچنان که ما در قسمتی که ما پروژه را میخواهیم ارزیابی بکنیم اینها مهم بودن. حالا ساختار خود پروژه شما باید روشن باشن و روش گزارش دهی از بخش هایشان و صلاحیت ها و
صلاحیت ها و مسئولیت ها در هر بخش پروژه رو چی کنیم باید بفهمیم در ساختار. به فرض مثال در ساختار سافت‌ویر انجینیرینگ یک پروژه رو شما مطرح میکنین، این پروژه رو از روش واترفال استفاده میکنین. در روش واترفال ممکن است از ریکوایرمنت گیدرینگ شما آغاز بکنین که ریکوایرمنت گیدرینگ چی میکنه؟ کمک میکنه شما در واقع بتونین تیم به تیم یا افرادی که در هر بخش یا در هر سکشن قرار میگیرد از اینها تعریف مشخص و صلاحیت مشخص بر اینها بتین. دوستا صلاحیت دهی و صلاحیت دادن به افراد زیدخل در پروژه یک اصل اساسی است که اینها رو باید بفهمید. مسئولیت ها در پروژه در این بخش، بخش های مختلف پروژه لیست میشد و مسئول هر بخش پروژه نیز مشخص میشد. ما بعد از پلان گذاری روی ساختار پروژه وقتی کار میکنیم دوستا، شما نیاز دارین که مسئولیت ها رو در پروژه چیکونی شناسایی بکنین. بخش های مختلف پروژه لیست میشه، به فرض مثال بخش گزارش است، رپورتینگ است. اگر شما در بخش سافت‌ویر انجینیرینگ کار کرده باشین، یک بخش بخش گزارش است، یک بخش بخش کدینگ است، یک بخش بخش تستینگ است، یک بخش در واقع بخش اپلای کردن است، یک بخش بخش مینتیننس است، یک بخش بخش دیزاین هست و دیگری هم ریکوایرمنت است. هر کدام اینها یک بخش خاص از پروژه هست که شما باید این بخش ها رو تعریف بکنین شفاف و افراد مسئول در اینجا چی کنین؟ شناسایی بکنین و قرار بدین. و افراد وقتی که در این بخش ها قرار میگیرن میتونن کارهای خود رو به صورت موفق‌آمیز چی کنن؟ به پایان برسانن، که یک از نقطه بسیار اساسی بود. معلومات مرتبط به پروسه ها، این معلومات در پروژه های مختلف متفاوت میباشن. در این بخش اسناد پروسه کاری و دیگر اسناد مرتبط به پروژه ثبت میشه. درستا معلومات مرتبط به پروسه ها در هر پروسه است که شما ریکوایرمنت جمع آوری میکنید، معلومات باید جمع بندی شود، اسناد شود. پروژه ممکن است در بخش دیزاین هست، ممکن است در ورق دیزاین بکنم، ممکن است در سافت ویر ها اینها رو دیزاین بکنم. معمولا دیزاین ها چی میگیرن؟ شکل میگیرن. اینها باید اسناد شود، این پروسه کاری در داکیومنتیشن خود سافت ویر یا پروژه چشم ثبت شود. این معلومات در ساختار پروژه بسیار مهم است. در ساختار پروژه در واقع چند نقطه اساسی اینجا مطرح بود. ساختار سازمان تمویل کننده رو ما باید بفهمیم، ساختار سازمانی که استفاده میکنه یا مشتری شما هست اونها رو هم بدانین، ساختار خود پروژه تعریف بکنین، مسئولیت ها رو در پروژه هم باید شناسایی بکنین، در واقع لیست تمام بخش های پروژه رو باید بشناسین، مطابق لیست یا بخش هایشون شما افراد در اونجا قرار بدین تا کار بکنن، و در ضمن معلومات مرتبط با پروسه ها را در واقع شما کوشش بکنید که اسناد و داکیومنت بکنید تا ساختار پروژه چشمان درست تکمیل شوند. اگر چنین چیز را شما پیاده سازی بکنید، دقیقاً که شما فهمیدین که طبق چی ساختار و مدیریت چی میکنید پیش میرید. این بود دوستا ساختار پروژه. اما شما بعد از اون روی مدیریت تکنیکی پروژه چی میکنید کار میکنید. ساختار پروژه شناسایی شد از سازمان تمویل کننده تا سازمان مشتری تا خود ساختار پروژه. بخش های مختلف پروژه شما شناسایی کردین، افراد مسئول در هر بخش قرار دادین و افراد مسئول باید مطابق، یک از پیام خودم است، مطابق مهارتی که دارن یا شایستگی که دارن در آن بخش قرار بگیرن و جایگاهشان تعریف شون. ای باعث میشن که ساختار پروژه به صورت درست پیش بره. دو، معلوماتی که از هر بخش گرفته میشه، از بخش ریکوایرمنت گیدرینگ تا بخش راستی آزمایی خودی پروژه تا تستینگ شد تا مینتیننس شد، تمام اطلاعات باید زمینه چی شود؟ اسناد، مدارک و داکیومنت شود تا ساختار پروژه به صورت شفاف، واضح و روشن خدمت تیم کل پروژه چی کنه قرار بگیره. خب این بحث ساختار پروژه بود. نقطه دو، مدیریت تکنیکی پروژه است. از لحاظ تکنیکی ما چی مدیریت را باید وضع کنیم تا پروژه ما چی شود؟ موفق شود. مدیریت تکنیکی عبارت از مدیریت اجرایی پروژه است. یعنی ما پروژه در مرحله چی اجرایی قرار میدیم. کنترل پروژه، مدیریت خطر، استخدام کارمندان و تمام پروسه تکنیکی جهت پیشبرد پروژه میباشند. دوستان شما اگر بخواین که مدیریت تکنیکی را تعریف بکنین، شما در سطح مدیریت تکنیکی نیاز دارین که مدیریت اجرایی پروژه، کنترل پروژه، مدیریت خطر، استخدام کارمندان و تمام پروسه های تکنیکی جهت پیشبرد پروژه رو چی کنیم؟ مشخص بسازیم. از این لحاظ ما میخواهیم که بیشتر مدیریت تکنیکی پروژه رو ریز بکنیم. یعنی بتونیم چی کنیم؟ ریز بکنیم. یک، اهداف مدیریتی رو باید در این مرحله ما شناسایی بکنیم. در پروژه خیلی مهم است که نظر مدیران ارشد گرفته شود. اهداف مدیریتی به این معناست که نظر یا تفکر یا طرز دیدی مدیران ارشدی که در سطح پروژه کار میکنند اینها چشمه شناسایی شد. اولویت های سازمان در محدودیت های ممکنه مد نظر گرفته شود. اولویت های خود سازمان چی؟ سازمان خود شماست، چی از مشتری است؟ اولویت های اینها رو باید بسنجید. به فرض مثال سازمانی که از سافت‌ویر شما میخواین استفاده بکنن، یک سری اولویت ها دارن، میگه
از سیستم استفاده بکنیم که تا ساختار خام پروژه به دست ما قرار بگیرن تا ما بتونیم اطلاعات خود کم کم داخل سیستم چگونه ذخیره بکنیم، بعد میریم همین تو به مراحل بعدی تا ساختار چی میشه پخته تر میشه. در اینجا مهم چی بودن؟ اهداف مدیریتی بودن که به اهداف کارمندان ارشد یا مدیران ارشد باید توجه شوند و اولویت ها در هر سازمان باید چی شود مورد توجه و واقعی قرار بگیره. کنترل پروژه هست. در این بخش از پیشرفت تغییر مورد نیاز بازنگری قرار میگیره. یعنی پیشرفت کنترل به این معنی است دوستا که کار که صورت میگیره از یک نقطه به نقطه دیگر از این باشه شود کنترل شود و گزارش در روز، در ماه، در سال ممکن است گزارش دهی شود که چی کارها در سطح پروژه چی شدن، شکل گرفتن و چالش ها و مشکلات باید چی کنن، شناسایی بکنن. پس ما میگیم کنترل پروژه، بازنگری هفتوار یا ممکن روزوار از جریانی که ما پروژه را عملیاتی میکنیم از این گزارش دهی شود و بررسی شود. این ما میگیم کنترل پروژه. نقطه دوم در اینجا مطرح میشه مدیریت خطر است. از آی تیم کاری باید خطرات را چی کنه، شناسایی بکنه و کنترل بکنه. اگر که از آی تیم نتونه خطراتی که در سطح پروژه شکل میگیره یا ریسک هایی که شکل میگیره اینها را شناسایی نتونه و مطابق اینها پلان های خود از نسازه، این یک از خطرات بزرگ است از لحاظ مدیریت تکنیکی پروژه. باید اعضای تیم توانایی رو داشته باشه که خطرات چی کنه؟ شناسایی بکنه. استخدام کارمندان، معلومات درباره تعداد کارمندان نیاز است. در این بخش مدیر تخمیل با تمام کارمندانی که در اینجا فعالیت میکنه اسنادهای ناچستن لازم هست و معلومات لازم در هر بخش وجود داره. به فرض مثال یک کسی اسپیشالیست در بخش پروگرامینگ است، یک گزارش نویسی است، یک کسی در بخش تست فوق‌العاده است، یک کسی در بخش های دیگر. این بخش ها باید چه شب مشخص شود و که افرادی که در سطح مدیریت قرار میگیره اینها رو چیکنه، شناسایی بکنه. پروسه تکنیکی، روش تکنیکی اجرای کار را بیان میکند که مطابق به آن روش پروژه به پیش میرود. یعنی پروسه تکنیکی ما معمولا در قسمت اجرای کار چی میشه؟ تعریف میشه که در این پروسه مطابق به آن روش پروژه به پیش برده میشود. اگر این روش تعریف نشود از لحاظ تکنیکی ما چی میشیم؟ دوچار مشکل و چالش میشیم. خب این بحث در یک نقطه بسیار اساسی داشتن که ما در اجرای پروژه باید از چند نقطه در مدیریت تکنیکی از چند نقطه اساسی باید چی کنیم؟ شناسایی بکنیم که یکی اهداف مدیریتی بود، دو کنترل پروژه بود که پروژه ها به صورت درستش کنترل شوند و این کنترل چه زمان صورت میگیره که ما بتونیم از هفتوار یا تغییراتی که در سطح پروژه میاره از اینها گزارش ماهوار چه شود داده شود یا هفتوار گزارش داده شود. دو مدیریت خطر بودن، خطرات یا ریسک تیم کاری باید چه شوند مشخص بسازن که این خطرات در کجاها هستن، چالش ها شناسایی بکنه، ریسک ها شناسایی شود تا بتونه در جهت پیشبرد پروژه ریسک ها کاهش بده. استخدام کارمندان بود که ما معلومات درباره تعداد کارمندان نیاز هست که ما بتونیم از لحاظ اجرای شدن پروژه ما بتونیم از کارمندان مؤثر در هر بخش چی کنیم استفاده بکنیم. به فرض مثال یک کسی مشخصا روی برنامه نویس هست، برای ما مشخص شون که فرد برنامه نویس هست، تنها میتونه روی برنامه های کاربردی چی کنه کار بکنه و کد نویسی بکنه. یک کس در بخش گزارش نویسی است، از این لحاظ معلومات مشخص باید درباره کارمندان وجود داشته باشه. نکته بعدی پروسه تکنیکی است که در پروسه تکنیکی همان روشی هست که پروژه به پیش برده می شود و اجرایی می شود مطابق آن. اکنون در بخش مدیریت تکنیکی بود. دوستان عزیز، ما امروز در این ویدیو روی ساختار پروژه صحبت کردیم، بعد آمدیم روی مدیریت تکنیکی پروژه صحبت کردیم. در ساختار پروژه ما کوشش کردیم که ساختار سازمان تمویل کننده را بفهمیم، بعد آمدیم روی ساختار سازمانی که مشتری از اینها استفاده میکنند پروژه، ساختار خود پروژه را ما روشن بسازیم تا گزارش دهی درست شوند، مسئولیت ها را باید به افرادی که در سطح پروژه کار میکنند اینها را ما باید چی کنیم مشخص بسازیم، معلومات مرتبط به پروسه ها، این معلومات در پروژه های مختلف متفاوت می باشند، باید اسناد مدارک در هر بخشی که در پروژه فعالیت صورت می گیرد این اسناد و مدارک جمع آوری شود و داکیومنت شود و این داکیومنت هم برای تجربه خودی مدیریت در برد خودی مدیریتی پروژه مهم هست و هم کمک میکنه تا کارها رو به صورت موفق‌آمیز چکنه تکمیل بکنه. در بخش مدیریت تکنیکی آمدین، در مدیریت تکنیکی عبارت از مدیریت اجرایی پروژه است که ما پروژه در بخش اجرایی قرار می‌دهیم که در اینجا ما باید
از کنترل پروژه، مدیریت خطر، استخدام کارمندان و تمام پروسه تکنیکی جهت پیشبرد پروژه چی میکردیم؟ استفاده میکردیم. و همچنان در اینجا ما روی سه نقطه اساسی صحبت کردیم. اهداف مدیریتی بود، دو کنترل پروژه بود، سه مدیریت خطر، چهار استخدام کارمندان و پنج هم پروسه تکنیکی که اینها شامل مدیریت تکنیکی است که با تعریفی که ما از مدیریت تکنیکی پروژه کردیم که عبارت از آن مدیریت اجرایی پروژه هست، این نقاط جزء اساسیشان هست. به خاطر که شما بتوانید یک در بخش مدیریت تکنیکی پروژه فعالیت مؤثر بکنید، این نقاط باید با خود داشته باشین تا پروژه به صورت درست و موفقیتشان تکمیل شود. ضمناً شما هرچه که بیشتر این موضوعات رو باز بکنید دوستان، شما بیشتر با چیزهای جدید برمیخوریم. امیدوار هستم که درس امروز با خلاصه‌ای که ما روش صحبت کردیم از ساختار پروژه تا مدیریت تکنیکی پروژه برای شما کمک کرده باشن تا بتوانید پروژه هایی که در آینده روشون کار میکنین یا با افراد یا با تیمی کار میکنین از مهارت لازم برخوردار باشین تا پروژه هایی که پیش رو هست به صورت موفق‌آمیز تکمیل شوند. ویدیو امروز را با خلاصه ساختار پروژه و مدیریت تکنیک پروژه به اتمام میرسانیم. تا دیدن بعدی، ویدیوی بعدی شما را به الله پاک میسپارم. خدا نگهدار.